توی دنیای ورزش یه عالم سرعت، هیجان و آدرنالین وجود داره و صحنه‌های قشنگی رقم می‌خوره، اما بعضی وقتا این آدرنالین باعث به وجود اومدن شرایط خیلی زایه و خجالت آوری میشه. اینجا چنل ورزش ها با اون، لطفاً یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی با خبر بشید. خب توی این مورد اول میریم سراغ این مبارز MMA که فکر می‌کنه حسابی کارش رو بلده و موقع مبارزه حسابی جنگولک بازی در میاره و خودش رو میگیره. در آخر هم یهو برای پوز دادن وسط مسابقه شروع به رقصیدن میکنه که یهو با یه لگد جانانه از رقیبش ناکات میشه. در یک بازی تنیس یهو یه اتفاق عجیب و غریب افتاد و یه لوله آب پاش در میره و همه افراد و بازیکنها رو خیس میکنه. این داور بند خدا هم موقع اعلام برنده مسابقه بین این خانم ها دست فرد اشتباه رو بالا میبره که حسابی خنده داره و باعث میشه داور زایه بشه، ولی سریع متوجه میشه و اشتباهش رو درست میکنه. این یکی هم یه فوتبالیست به نام برسان سلینا هست که یه هم موقع پنالتی زدن لیز میخوره و بدجوری این پنالتی رو خراب میکنه. این دوتا مبارزه MMA تایلر برایان و شان پارکر نام دارن و با مبارزه‌ای که کردن تاریخ سازی کردن و هر دوی اونها همزمان و بدون ثانیه تفاوت دوتایی همدیگر رو ناکات کردن و تماشاگرها رو منفجر کردن. این بازیکن 25 ساله ی NBA که سندکر نام داره هیچ کس جلوش نبود و بیرفت تا توپ رو وارد سبد کنه، اما یه هویی وسط راه میخوره زمین و توپ با برخورد به صورتش از زمین میره بیرون و حسابی جلوی تماشاگرای حریف زایه میشه. یه بار دیگه هم وقتی جیمز هاردن بازیکن NBA در حال حمله کردن بود، وقت بازی تموم میشه و نمیتونه شوتش رو بزنه. او هم از عصبانیت توپ رو محکم به زمین میکوبه، اما توپ به صورت بامزه برمیگرده و به صورتش برخورد میکنه و این عکس العمل جالب از حریفش هم جای دیدن داره. میگن قبل از موفقیت خوشحالی نکنید و یه مثال باحالش هم کمبا واکر بسکتبالیست NBA هست که بعد از شوت کردن فکر کرد توپ به داخل سبد رفته و شروع به رقصیدن و خوشحالی کرد، اما وقتی دید داخل نرفته بعد جوری زایه شد. وقتی بازیکن‌های بزرگ دارن از زمین خارج میشن، خیلی‌ها میخوان با اون دست بدن و یا بزنن قدش. وقتی هم که جان کالینز بازیکن NBA توی همین موقعیت قرار میگیره و در حال خستگی داشته با همه دست میداده، متوجه این بچه نمیشه و با چک میزنه توی صورت این بنده خدا. درست وقتی حسین بولت در دوی 200 متر جهانی قهرمان شد و داشت خوشحالی میکرد، یه فیلم بردار کنترل وسیلش از دستش در رفت و رفت توی پای حسین بولت و کاری کرد که بابو حسن بخوره زمین، که البته سریع از این قهرمان معذرت خواهی کرد. بازیکن تنیس استن واورینکا در یک مسابقه توپ رو به جایی از بدن حریف زد که نباید میزد و بنده خدا رو برای یه مدت طولانی از ادامه مسابقه انداخت. در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان، نفر اول فکر میکرد که مسابقه تموم شده و شروع به خوشحالی کرد، اما غافل از اینکه هنوز یه دور از مسابقه مونده بود و به خاطر اینکه خیال میکرد برنده شده دیگه تلاش هم نمیکرد و بقیه ازش جلو زدن و باعث شد مسابقه برده رو ببازه. در یک مسابقه والیبال تیم قرمز بعد از سرویس زدن فکر کردن که امتیاز رو گرفتن و شروع به خوشحالی کردن، اما تیم سفید با تلاش بسیار زیاد توپ رو در آوردن و در حالی که اونها در حال خوشحالی کردن بودن، به راحتی توپ رو توی زمینشون خوابوندن و کل تیم حریف رو ضایع کردن. اینجا هم یه بازیکن مصدوم فوتبال توی برانکارد گذاشته میشه تا به بیرون انتقال داده بشه، اما از شانس بعدش کسایی که برانکارد رو حمل میکردن از اون مشنگاش بودن و این بنده خدا رو دو بار به زمین انداختن. اینجا هم یه بازیکن بسکتبال به نام کارلوس بوزر بعد از گل زدن انقدر خوشحال میشه که با مشت میکوبه توی شکم داور بنده خدا. او که کارش ناخواسته بوده سریعا از داور معذرت خواهی میکنه و داورم که ظاهرا عضلهای شکمش خیلی قوی بوده زیاد جدی نمیگیره و اونو میبخشه.
خود مورینیو مربی معروف جهان به یه دیدار هاکی روی یخ دعوت میشه و میخواسته به صورت افتخاری و نمادین توپ دیدار رو بندازه روی زمین و بعد از اینکه این کار رو میکنه به صورت خیلی زایه روی زمین لیز میخوره و میفته زمین. مارتی فیشت بازیکن تنیس توی این صحنه سعی میکنه که توپ رو هر جوری شده بگیره و به زمین حریف بفرسته، اما بعد از این کار با کله میفته روی تور و همونجا گیر میکنه و بعد از اون حریفش میاد و اون رو بلند میکنه. این لباس هم مال یکی از تیم‌های ورزشی بانوان آمریکاست که احتمالاً طراح اون بعد از پخش شدن این عکس دیگه توی کار طراحی کار نخواهد کرد، چون این لباس به صورت خیلی زایه‌ای قسمت‌هایی از بدن ورزشکارا رو خیلی زیادتر از بقیه جاها تو معرض توجه قرار میده. لطفاً اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کردنش رو فراموش نکنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید.